خیلی ممنون. جناب پویان شما میخواین صحبت کنی؟ اگه هست که مایک رو بگیرین شما بعد من بفرم. با تشکر از افقام. در رابطه با ببینید ما هر پدیده ای رو که میخواییم شناخت ازش داشته باشیم یا تغییر اون پدیده رو بررسی کنیم به عوامل اصلی اون پدیده و رو دوران امپریالیست صحبت میکنیم، از یک شرایط تاریخی اجتماعی صحبت میکنیم که سرمایه اصولا در تمرکز خودش، در تراکم خودش در یک سری از کشورها وجود داره، در یک سری از کشورهای دیگه هنوز شکل نگرفته. یعنی این اون چیزی هست که زمینه اصلی امپریالیسم رو میسازه، یعنی استثمار کشورهایی که هنوز سرمایه‌داری نشدن و منابع طبیعی دارن و این منابع طبیعی در کشورهایی که انحصارات شکل گرفته و این انحصارات در رقابت با هم تقابل دارن برای حفظ این منابع طبیعی. ببینید وقتی که از سرمایه‌داری صحبت می‌کنیم، سرمایه‌داری کارخونه نیست، سرمایه‌داری پول نیست، سرمایه‌داری بانک نیست، سرمایه‌داری یک رابطه است. وقتی که این رابطه شکل گرفت در این کشورهایی که در گذشته مناسبات سرمایه‌داری اصولاً عملکرد سرمایه‌داری وارد مناسبات اجتماعی نشده، در واقع انعکاس خودش رو در عملکرد سرمایه نشون نمیده. یعنی درون این کشورها وقتی که سرمایه‌داری شکل میگیره یعنی چی؟ یعنی نیروی کار به کالا تبدیل میشه، قانون ارزش بخشن توی جامعه اعمال میکنه. ببینید بحث مارکس تکوین سرمایه است که چگونه سرمایه گسترش پیدا میکنه، یعنی تمام بحثش بر سر این هست که این گستره چگونه به یک رابطه اجتماعی تبدیل میشه. وقتی که از دورانهای سرمایه‌داری صحبت می‌کنیم، دورانهای سرمایه‌داری وقتی که قبول می‌کنیم یک دورانی به عنوان امپریالیسم وجود داره یعنی چی؟ یعنی یک مبدعی داره و یک پایانی داره، نه اینکه یک مبدعی داره و پایانش ناپیداست. وقتی که این رو چی تعیین میکنه؟ دقیقا خود همون مفهوم امپریالیسم که با صدور سرمایه خودش رو مشخص میکنه تعیین میکنه. یعنی اگر قرار بود که صدور سرمایه و صدور سرمایه صنعتی یکی باشن که وجه مشخصه دوران گلوبالیزیشن هست، خب این صحبت ها تعارف بود. وقتی که این دوران تغییر میکنه یعنی چی؟ یعنی اون بخشی از جهان که نیروی کار به کالا تبدیل میشه و قانون ارزش بخشن توش عمل میکنه، اینا هم میشن بخشی از جامعه ارگانیک سرمایه‌داری، نه وابسته به این کشور و اون کشور، به قول معروف سرمایه کشور سرمایه‌داری دست دوم هن. اینا هم سرمایه‌داری هن از نقطه نظر سرمایه، از نقطه نظر حاکمیت سیاسی متفاوت هن. ولی نقش سرمایه ایجاد ارزش درون این کشورها در واقع اونا رو سرمایه‌داری میکنه، یعنی مشخصه جامعه سرمایه‌داری رو با قانون ارزش ما مشخص میکنیم، با مسئله کسب ارزش افزوده مشخص میکنیم، نه یه سری به قول معروف جنگ میکنن، نمیدونم این جنگ اون موقع بوده این موقع بوده. یعنی انقدر باید حداقل این درک رو داشته باشیم که جنگ ها متفاوتن، اهداف متفاوتی دارن، شکل جنگ رو دارن ولی اهداف متفاوت دارن. کسانی که این درک رو نمیکنن که جنگ امپریالیستی جنگی است در جهت منافع مونوپول ها، در جهت انباش در محدوده دولت ملت، امروزه این
انباشت در سطح جهانی امروزه اگر دخالتی میکنن، این دخالت منتج بر اون میشه که این انباشت در سطح جهانی انجام بشه. اگر چین سرمایه گذاری میکنه توی افریقا، اون ارزش افزوده رو میبره یه بخش دیگه افریقا سرمایه گذاری میکنه، یعنی انباشت رو در سطح جهانی انجام میده. اگر کمپانی های امریکایی در امریکایی که اسمن امریکایی هن، اینا فراملی هن، اینا از قوانین ملی تبعیت نمی کنن. اینا شاید یه دفتری توی شیکاگو داشته باشن ولی رفتی دیگه به دولت ملت امریکا ندارن. اینا دقیقا عمل کردشون در خدمت به اون انباشتی هست که در سطح جهان انجام میدن. امروزه IBM، امروزه نمیدونم کارخونه های سافتور، امروزه کلیه این صنایعی که به چین و خاور دور مهاجرت کردن در واقع دیگه در یک شکل جهانی خودشون عمل میکنن، تعلقی به هیچ مملکتی ندارن. باید تفاوت گذاشت بین انحصار. انحصار معنی میده، انحصار این نیست که گنده شده باشن، انحصار اینه که یک بازار محدود رو کنترل بکنن. انحصار به این معنیه که قانون ارزش کارگر نیست در اون محدوده. آیا امروزه ما همینو داریم؟ امروزه قانون ارزش داره تعیین کننده همه چیز هست. امروزه قانون حداقل مثلا در صنعت نفت، امروزه بازار نفت که از بزرگترین شکل انحصاری خودش شکسته میشه و به یک شکل رقابتی در میاد، امروزه تعیین کننده. اینا کیفیت جدید نیستن که این دوران رو توضیح بدن. اینا به قول معروف فقط اون زایعات هستن که شاید بعضا تغییر نکردن و در حال تغییرن. اینا اون دوران رو مشخص میکنن و اصولا این دیدگاه که یک پدیده رو جاودانی قرمداد بکنیم، یعنی خود دوران سرمایه‌داری به دوران‌های مختلف تقسیم میشه که دوران امپریالیسم یک دوران از اونه. شما با چه پایگاه توریک میگید که این دوران به قول معروف خاتمه یافته است؟ این دوران تکامل، یعنی مرحله تولدش و تکاملش و نزولش به قول معروف به طور ابدی متحول داره میشه، یعنی این از بین نارفتنیه. مسئله اینه که وقتی که به امر امپریالیسم مطرح میکنیم و امر رقابت رو مطرح میکنیم، اینجایی که دیگه به نظر من رفقا کم میارن که عصر امپریالیسم عصر رقابت دیگه نیست، ولی امروزه اصحان میکنن که رقابت به مفهوم رقابت سرمایه، نه به مفهوم رقابت تامسونی، نه به معنی اون رقابتی که منافع مختلف بورژوازی در مقابل هم دارن، به معنی رقابتی که قانون ارزش رو شکل میده، به معنی رقابتی که قیمت رو تعیین میکنه، به معنی رقابتی که نرخ سود رو تعیین میکنه، نرخ دراز مدت سود رو تعیین میکنه. اون امروزه در تکامل سرمایه‌داری شکل گرفته. یعنی شما اگه سرمایه‌داری رو امروز به شکل گلوبالایز خودش نبینین، به قول معروف در تاریکی شمشیر میزنی. به قول معروف امپریالیستی میخواین جدال بکنین، ازش رها بشین که دیگه وجود خارجی نداره و اون چیزی که ازش باقی مونده یک شبهه و این شبه رو به عنوان یک واقعیت پذیرفتین و به همین علته که به نظر من اگر این درک وجود نداشته باشه، درک از نیولیبرالیسم هم وجود نداره. یعنی کسانی از جمله مثلا سمیر امین یا
کسانی از با اون نهله فکری که مطرح میکنن که گویا سرمایه‌داری شمال و جنوب داره، سرمایه‌داری یه قانون برای جنوب داره، یه قانون برای شمال داره، دقیقاً در اون مقصده گیر کردن که نه تنها نمیتونه کمک کننده باشه، بلکه مخدوش کننده است از نظر تفکر، از نظر عمل کرد و کلیه اون پیامدهایی رو که داره. فقط یه مطلب دیگر میخواستم بگم در رابطه با رپون پانتا. عمل کرده نیولیبرالیسم در ایران رو شاید بتونیم توی برنامه دیگه با یک سری جزئیاتی که به هر حال خاصه اون جامعه هست و منطبق با عمل کرده گلوبالیزیشن هست در اونجا توضیح بدیم، و هم نکات به اصطلاح نکاتی که تطابق پیدا میکنه با این دوران و هم نکاتی که به نوعی در تقابل این دوران قرار میگیره. با تشکر. خب مرسی آقای پویان. حالا من خودم دو تا نکته، چون الان کسی آقای ایلیجانه همین چند دقیقه من صحبتش یک دقیقه نیست. دوست عزیز آقای نیکان پرسید که مگه دوران سرمایه‌داری و در حقیقت تعریفی که جهان به اصطلاح سرمایه‌داری انجام داده به طور کلی توضیح دادن که هنوزم همونه، و خب بر همه ماها که عمدتاً در این اتاق شرکت میکنیم به هر حال حرکت سرمایه و به هر حال دولت نگهدارنده سرمایه و تعاریفی که شده میکنیم. حالا ما اگر خودمون رو توی این ترمینولوژی های گروه ها بندازیم که مثلا فلان گروه میگه الان در چه مرحله ای هست، آیا مثلا سرمایه داری وابسته است، آیا فلان و غیره، بعد این ما رو یه مقدار به مشکل میندازه. اصلا بحث ما اینا نیست. تمام تعاریف جامعه سرمایه داری رو ما از بدوی که شروع کردیم این مسائل رو میدونیم. یعنی شما اگر اولین کتاب اقتصاد تو مدرسه غرب بخونید، این طرف نوشته سرمایه داری، اون طرف نوشته سوسیالیست، و سود و زیان ها و مسائل رو مطرح کرده، اینا رو میدونیم ما. یعنی از نظر من هیچ تفاوتی نداره. اصلا مسئله ما که نمیگیم مثلا لیبرالیسم یک سیستم دیگه است، یا لیبرالیسم جدا از جامعه سرمایه‌داری است، اصلا این نیست. مسئله اینه که یک روش، من این رو در اول موضوع بحث کردم که بحران‌های جامعه غرب از وال استریت 2008، این در حقیقت به اصطلاح اون راه حل هایی رو که در اختیار گرفتن، اینا هیچ کدوم عمل نکرد. که بعدم من از پیکیتی که آخرین بود، من اتفاقا گفتم آقای پیکیتی درد رو شناخته با ریاضیات و فلان، با نمودارهای اقتصادی، ولی اون چیز به نام راه حل میده نه عملی هست، نه میتونه در دبقول دکتر ناصر زرفشان این از بیرون حل نمیشه، این در خود درون سیستم در قسمت توزیعه. یعنی در حقیقت اونها این مسئله رو میگن، اینو که ما اینجا بیان کردیم. مسئله اینه که در حقیقت یک روش، یک شیوه جدیدی رو این دولت نئولیبرالیسم میخواد انجام بده، و اصل اساسش اینه که جوهر دموکراسی سودجویی است، و برای این به اصطلاح مسئله میگه که دست دولت از بازار جدا. در اون سیستمی که شما تعریف کردید 20 دقیقه و یک عمر ما داریم میبینیم، دست دولت از نهاد بازار آزاد هیچ وقت جدا نبوده، درسته؟ اتفاقا هم آدم اسمیت، هم آقای مینیارد کینز و هم آقای پیکیتی، یعنی سه بحران و سه اقتصاددون توصیه میکنن
که دولت حرکت کنه. اینا میگن که این در حقیقت باعث ورشکستگی است. نامتمرکز بودن بازار هست که مراودات بازار رو درست میکنه و این ترمینولوژی چیز داره، فرانسوی داره، لسل چیز اسمشه، یعنی دولت دستت رو از بازار بکش بیرون. این تنها تفاوتی هستش که میخوان به شیوه جدید عمل کنن. اتفاقا من این مثلا زدم که آقای پیکیتی میگه شما تصاعدی از سرمایه به اصطلاح سود سرمایه های بالا بگیرید تا 85% و فلا، که مورد مصاحبم به اقتصاددونای وایت هاوس خورد. ولی چه کار کرد آقای ترامپ؟ آقای ترامپ نه تا این رو عمل نکرد، بلکه 15% مالیات سرمایه ها رو به 8% تبدیل کرد برای دعوت به اینها، و تعرفه گمرکی رو مقدار زیادی بالا برد، چون عمدتاً 85% کالای مصرفی در غرب، حالا انگلیس، فرانسه، کانادا، آمریکا، ما میگیم غرب، الان شما بگو تمام دنیا، آفریقا، آسیا، هر جا که بری، در هر فروشگاهی که بری 80-90% کالای چینیه، و این تعرفه ها رو برد بالا که یعنی چی؟ حمایت کنه از تولید داخلی، و سرمایه به اصطلاح اون مالیات رو هم از 15% به 8% آورد که تشویق کنه برای سرمایه گذاری. هر دو تام باز داره به شکست برخورد میکنه. مصرف کننده امروز باید اون قطعه 1 دلاری رو 1.20 سنت بپردازه، جدا از این که خب تعرفه صادرات آمریکا هم به اونجا این برنامه رفت. در حقیقت یک نکته هست و اون نکته این که اینها به این نتیجه رسیدن که این کار کنه. اصلا بخش خصوصی سازی یعنی رانت، نه این که دولت میده به خصوصی، خصوصی فلان از جیب دولت میره، یعنی اسم دیگری هست که اگر شما بخواین امروز چیز اقتصاد ایران، حامد سعیدی یک مقاله داره نقش دولت و 3 دهه خصوصی سازی. خصوصی سازی این نیست که فقط یک کارخونه رو بدن به بخش خصوصی. حالا من این بری تو بخشی ها جزئیاتش که در حقیقت یه بخش راندخاریه. و حالا به هر حال اون چیزی که مکتب شیکاگو میخواد، اون چیزی که مکتب شیکاگو میخواد، رضایت بدون رضایت کنترل افکار عمومی، یعنی جدا کردن نظریات مردم از مسائل، که این بخش خاص خودش رو داره که شما میتونید به مسئله نوام چامسکی رجوع کنید و ترجمه جدیدش هست، و دموکراسی بازار در نظم نولیبرالی که همون پیمان ها هستن و قرار دار. اینی که قبلا میچاپیدن، میخوردن، میبردن، میزدن، از کوبا گرفته تا غیر و تحریم های اقتصادی، فیلیپین، چه میدونم گواتمالا، ایران، غیر و که حالا بدترینش، این همیشه در خصلتش بوده. و اونجایی هم که مسئله هست، همیشه دولت نگهدارنده سیستم بوده با دو نیرو، یکی نیروی نظامیش هست و یکی نیروی الهی که در سیاست های داخلی بیشتر از نیروهای دیوان یا الهی، کلیسا و مسجد و آخوند و پیشوا و غیره استفاده کرده، در خارج اون بوده. فقط خواستم این خدمتتون بگم اون نکته ای که امروز ما مطرح داریم، جدا از این، فقط اینه که مسئله جدایی دولت از بازار هست و در حقیقت سلطه سرمایه بیشتر و بیشتر در این قضیه هست. این یه نکته. یه نکته هم دوستمون آقای پویان گفتن که سنت چپ یا چپهای سنتی سرمایه رو جریان نمیدونم کدوم بحث هست، چون هر کسی که اصول اولیه اقتصاد رو بدونه این رو متوجه میشه. ولی دو بحثه، بحثی که ارزش اضافی رو میشناسه اون بخشی است که سرمایه رو در حقیقت یک جریان میدونه، ولی در حقیقت اون بخش اقتصاددان غربی ارزش اضافی رو سود میدونه، میگه کالایی به فروش میره سودی میاد، مزد کارگر و پاداشت سرمایه. این در حقیقت این مثلا، حالا شما البته ما لیبرال هایی داریم در اقتصاد غرب
غربی در ایران مثل مثلا آقای موسی غنی نژاد، مثل محسن رنانی، اینا دقیقا غربی هستند و اصلا اعتقاد به ارزش اضافی ندارن، میگن ارزش اضافی مطرح نیست این بوده. ولی خب در کنارش هم میبینید مقاله های احمد سیف، حامد سعیدی، چه میدونم ناصر زرفشان و خیلی از این به اصطلاح اقتصاددان های رادیکال که دقیقا این مسئله رو مطرح میکنه که قاعدتا سرمایه ابسترکت یک جریان، یک چیز ماده نیست، یک جریانه که این در حقیقت مسئله است. حالا به هر حال اتفاقا در جواب آقای پیکیتی یک مصاحبه ای داره آقای دکتر ناصر زرفشان در مجله وقایعه، چقدر زیبا و چقدر جالب این مسائل رو برای آقای پیکیتی مطرح میکنه و همین مسائلی که شما میگید که اصلا قابل بحث نیست. و حتی آقای احمد سیف که یکی از استادان دانشگاه لندن هست، اونم چندین مقاله و خیلی مقاله رادیکال ها نوشتن، یعنی اقتصاددان ها نوشتن به این به اصطلاح راه حلی که پیکیتی مطرح میکنه. به هر حال خیلی ممنون. آقای علی جان بفرمایید. صدا من میشنوین؟ دو بزنید یعنی صدای من میشنوین؟ زنده باشین. سلام مجدد، خسته نباشید به همه تون. من فکر کنم چیزه برخلاف مثلا مسئله که چارچوب بحث ارائه میشه، بیشتر اختر حوله مثلا آره یا نه ها برای الانه و گویه که دوستان هیچ مشکلی از قبل از این وضعیت فعلی با هم دیگه ندارم، یعنی تو تعریفی که با هم دیگه ارائه میدم. اما من فقط تنها چیز که میتونم باز به این بخش صحبتم اضافه بکنم اینی که آره، ببینید شما به این خاطری که مثال هایی از مثلا دانشمندی قبلی میزنید، مثلا تو چارچوب مثلا آزادی و از رسو همجوری شروع میکنید، بین به جان لاک و حالا خیلی دیگه ما این رو خواهیم شما چی دیگه یاد و آدم اسمیت این رو رشت خالت دل میدی باید به راحتی باید بدونیم اجلتان کنه بحث اونه بلاز تاریخی بلاز چارچوب اون فلسفه نگاه نوع لیبرالیزم چی هست و خب متاسفانه این اشکالاتی که مثلا حالا در هر حال کمانز بیش تو صحبت ها هست که خود آنجوری از اون نیستم از توی تفاهم پیش نیاد، نشون میده که من گذشته این تاریخ رو یه خورده سرش مکس نکردیم. اگر نه تو صحبت های فعلی که مثلا چه تغییری کرده دولت، خب کلی صحبت کردیم ازش، از اون بخشی که تو تمام دنیا دولت داره خوشی کوچیک میکنه نه یه جا، و سر این هم قبول داریم که مثلا کالا نیروی کار به عنوان مهمترین کالا در سر و سر دنیا یکسان عمل میکنه و توی این مثلا توی این مثلا اوضاعی فعلی دارم که داریم ما نگاه میکنیم تغییرات رو هیچ وقتی در هیچ جایی در هیچ دورهی کشورهای سرمایه‌داری سیستم سرمایه‌داری نگاه نوع لیبرالیسم در تقابل با هم قرار نگرفته. انکار رقابت من نمی کنم، من انگشت فشار می دارم که رقابت جان سرمایه داری خیلی جنایت بر حق بشریت انجام داده، بلاخره از جنگ جهانی اول گوبونی شو فلا. این تغییراتو و نقش جهانیشو کافیست که به یکی مخصوص وزیر امور خارجه یکی از قدرتمندترین کشورهای دنیا که حرف اول تو زمینه هیلاری کلینتون که نیست که میگه رقابت رو میتونه کار بکنه که این اوضاع و شرایط بله وضعیت منطقی هم که بشه شرایط ما به این راحتی 70 سال بازار خاورمیانه رو در دست چون نمیذاریم بریم، معلومه که نمیکنه این کارو. و اگر همدیگر هم تحت فشار قرار میدن تو زمینه اقتصادی، مخصوصا تو زمینه این طول و اون به صلاح نرخ سودی که در چین هست و بقیه کشورهای سرمایه‌داری قادر نیستن
تا جایی که یارو داره مدعی میشه که اصلا فقیر هم تو مملکت 1 میلیارد و خورده جمعیتش نداره. البته که اقتصاددان دنیا که کنترل میکنن منکر نمیشن که نزدیک به 700 میلیون وضع مالیشون بهتر شده. از ایرانی شما خواهی صحبت بکنی همین افغانستانشو برای اون چیزی آزادی هر جوری که نگاه بکنی اصلا همشهری خودشو هم کشوری همسوی خودشو نگاه کن عمل که وقت این از اینش که فکر نمی‌کنم زیاد مشکلی ازش داشته باشیم سر رابطه اقتصادیش هم ولی روابط سرمایه‌داری جهانی به لحاظ به صدورش تغییرات مهمی کرده. من یه موقع صدور کالا میکردم و صدور سرمایه میکنم که 5-6 پوسته های متفاوت سیستم سرمایه‌داری تا لنین به عنوان امپریالیسم از این صحبت میکنه. ادغام سرمایه مالی و ادغام سرمایه صنعتی در سرمایه به صلاحات نمولا بانکی اینا خیلی قبل از این مسئله‌ست که مثلا چیزی هم خب رشد و گندگیه گندی شدن و الان چیزی که اتفاقی که داره میفته گندی شدن همین سرمایه‌داران و دخل خیلی از دوستان ضعیف‌تر از خودش و طبق اون قانون هم که داریم اما دخالت در امور کشور همین الان مؤسسات در واقع شرکت‌ها و کارخانه‌های بزرگی که برای دولت تعیین میکنه چیکار بکنه. قبلا همین سرمایه‌دار تا قبل از سال 90 یا خود حالا پایین تر بعد اجازه میگیره و از دولت نظارت داشت دولت بر تحت تولید خارج و داخلش کردن اجازه تو چارچوب مسئله مالیاتش و مسئله فینانسیاتش و اینه که فینانسیات همگانیه دیگه. الان نداره این کار الان با گردن کلفتی و پر روی که من دوستان سایش تاکید نمیخوام بکنن برای اینکه میخوان حرف خودشون فقط بزنن برای ایران و کشور تعیین میکنه. میگم اونقدر مثلا جورج دبلیو بلند شد با 10 میلیارد سرمایه شما حواست باشه اگه بخواد یک قرون این سرمایه کم بشه دو چه دولت موظفه بپ اینجوری صحبت بکنید اون دولت هم موظفه که از گرده کارگران زحمتکشان مردمش بکشونه پول این گردن کلفت سرمایه داری که با زور و شیوه های سرمایه دارانش وارد این کشور شده تسلط اقتصادی واسه تولید داره که فقط اومده سود ببره تازه شرط هم میبنده باش که اگه در ضرر زیان هم دارم باید زیانشو بدی ها. شاید هم یکی از چیزش اینه که مثلا بگه خب باید کار تولید میکنم و چون هم این مواده اولیه مورد استفاده نشده تا هم استفاده میکنم پوشم بدم منطقه دیگه خرج حمل و نقلشو دیگه نمیده فقط هم قول دوستانی که صحبت میکنه تو فلان طبقه بزرگ نیویورک نشسته تلفنی میگه 1 میلیون مثلا فلان چی چیز بفرست بره مثلا هندوستان ان هندوستان 10 میلیون نمیدونم پسه بفرست بره فلان جا پولش هم میاد تو کتاب هر کس هم روداری کرد دیگه حواسش هم جمع باشه. سر این سلطه مسئله اصرار نکنیم مخصوصا که اینا هم داشتوشون که بحث چیز نیست که بخواد همینجوری مثلا بگیم و اینه مقدار سرتر بشیم این اجازه رو بدیم که دیگران هم مثل ما فکر نکنن. اگر قرار بود بقیه از من که فکر ندارم ولی حالا مثل من میخواستم فکر کنم دیگه ضرورت اومدن تو اتاق پالتا که اونهاش نبود و شیرینی و مثلا چیزش اینه که با هم هستیم من دیگه صحبت میکنیم از هم دیگه یاد میگیریم و بالاخره دیگه حالا کم و زیاد خسته نباشید. الان داریم که توی فرصت های بیشتری وقت هم بشه البته من وقت داشتم منزی کافی نه اینی که بخوام من بارها و بارها هم به صلاح اصلا اسنادی رو برای تو مطرح کردم اما الان هم بخواهید هم در اختیارتون میذارم هیچ مشکلی ندارم که برید نگاه بکنید فقط 1 ساعت نیم ساعت همین ببینید که اوضاع تحلیل مسائل روزم نه از من ها نه از کسانی که اهلشان دست به قلم ها می نویسن و تحلیل میکنن. زنده باشید خسته نباشید و مایکو براتون میدم گوش میدم دیگه تا بعدم دیگه زنده باشید. خیلی ممنون علی جان عزیز.
خب به هر حال مثل که آقای خانم پرواز هم باید برن دیگه، اگر که به هر حال اتاق رو ببندیم. بعد به هر حال خیلی ممنون خانم پرواز، شما کاری ندارین؟ بفرمایید. خیلی ممنون از لطف شما جمال عزیز. دوستان همه خسته نباشن. من دیدم که چون تا یه روب دیگه میشه من اینجا باشم، اگر نیاکان و پانتا ها مثل این که مایل بودن صحبتی کنن نفری 5 دقیقه، و بعد از اون بویان جان اگر مایلین آخرین صحبت ها رو انجام بدین و رومو میبندیم. امیدوارم که هفته آینده حتما بحث خواهیم داشت، موضوع رو خدمتتون در سایت خواهیم گذاشت. جمال عزیز خیلی متشکرم از همکاری شما، زنده باشین. دوست عزیز پانتا، آیا مایلین صحبت کنین؟ 5 بزنین، من میکروفون رو رها میکنم شما بگیرین. بفرمایین پانتا جان، 5 دقیقه. صدای من فکر کنم میاد الان. من خواستم پیشنهاد کنم که رفقا به تئوری اصل به صورت مذهبی که غیر قابل تغییر نگاه نکنن، و واقعا این که حالا اصرار میکنیم که امپریالیسم با نئولیبرالیسم مساویه یا فرق میکنه، اینا یه مقداری در واقع کلکل کلن با واژه هاست. به خاطر اینکه حالا اگه این رفقی که اصرار میکنه که نئولیبرالیسم چه فرقی با امپریالیسم داره، خب شما ببینید ما تو دوران جدید مسئله آوتسورسینگ رو داریم. یعنی شما در دوران لنین فرض کنین اینکه نیروی کار الان در امریکا ما 60% در واقع تولیداتمون رو تو خارج از مرزهای امریکا تولید میکنن به خاطر نیروی کار ارزان، همون چیزی که بهش میگیم آوتسورسینگ. بنابراین میخوام اینو بگم که نئولیبرالیسم به هر حال خصلت‌های کارکردهای جدیدی داره. این به این مفهوم نیستش که حالا قوانین قبلی که امپریالیست درش دخالت داشت عمل نمی کنه. یعنی بله، سوداوری، انباش سرمایه، انحصار، اینا همه خصلت های جدید هم هست، ولی ما نباید توی این نقطه بمونیم و فکر کنیم که حالا همیشه اسمش امپریالیست خواهد بود. واقعا اینجوری نیستش. ما باید خودمون رو تطبیق بدیم با شکل های جدیدی که در واقع اینجوری هست. به نظر من سرمایه‌داری خودش رو مرتب رفرم میکنه، مرتب خودش رو. شما نگاه کنید در 2008 که اون کرش اقتصادی به وجود اومد، امریکا بزرگترین جابجایی سرمایه رو از دست در واقع آدمایی که یه دونه فرض کنید خونه داشتن، اینا همه خونه‌هاشون رو از دست دادن و یک جابجایی بزرگ سرمایه در واقع به طرف انحصارات صورت گرفت. بنابراین اینها خصلت هایی هست و کارکرد هایی هستش که در گذشته نبوده. ما باید، من فکر کنم این رفیقمون الیروس میگه، یعنی ما باید نگاه کنیم، مونیتورینگ کنیم، یاد بگیریم، فکر نکنیم که حالا اون چیزی که لنین گفته ابدیه و نمیشه تغییر توش به وجود آورد. اون هم درست گفته تو مقطعی که خودش بوده، ولی امروز واقعا چیز جدیدی وجود داره. چشممون رو نبندیم، فکر نکنیم که اصلا اونجوری که ازش، مثلا فرض کنید مناطق آزاد تجاری، مثلا مناطق آزاد تو دوران لنین اصلا مفهوم نداشت. بنابراین میخوام همین رو بگم که درسته مثلا فرض کنید خصوص شدن ارتش امروز تو امریکا، تمام همین هواپیمایی که میرن افراد از افغانستان میارن، تمام شرکت خصوصی هستن. چنین چیزی رو ما در دوران امپریالیسم که لنین میگه تجربه نکرده بودیم. برای این فرم های جدیده و نگاه کنیم، یاد بگیریم و ببینیم که چجوری میشه باشون مبارزه کرد، به جای که اصرار کنیم برای اینکه حالا این همون دورانه یا اسمش نمیدونم امپریالیست یا حتی اسم نئولیبرالیسم، اصلا مهم نیست اسمش چیه، مهم اینه که کارکردش برای جامعه ها واقعا انفجارآمیزه. من بس، مرسی. خیلی ممنون دوست عزیز از شرکتتون در بحث. پس بفرمایید نیاکان عزیز اگر مایلین، شما هم 5 دقیقه میتونین صحبت کنین و بعد از اون پویان میکروفون رو لطف کنین بگیرین و اختتام جلسه رو میتونین اعلام کنین. متشکرم. بفرما نیاکان عزیز. مرسی خانم شرکت. دوستان سو اتفاقی به وجود اومده که من میگم هرچی لنین گفته نعل به نعل امروز هم جاریه. بس بسر یک مرحله از به اصطلاح روابط و مناسبات امپریستیه، نه بس بسر اینه که لنین چی گفته. لنین اولین کسی بوده که اینو گفته، تمام.
ولی امروز ما اگر بعدم تمام مبارزات تقریبا چند دهه گذشته در به اصطلاح افشای عملکرد امپریالیسم بوده. اگر این واژه در حقیقت با آوردن نئولیبرالیسم و تبلیغ نئولیبرالیسم به نوعی اون جنایت ها رو نظر من میتونه از لحاظ روانی به اصطلاح به تاریکی بفرسته. در ثانی در اول صحبت من گفتم که پدیده ها رو ما نه با اینکه ما دلمون میخواد بهش چی بگیم میشناسیم، بلکه با عملکردشون میگیم که این پدیده ها چه پدیده ای هست. آیا اینها روابط فئودالی، روابط سرمایه‌داری یا چیز دیگریه؟ اگر هست بایستی ویژگی هاش رو بنابر اون ویژگی ها یک به اصطلاح نام یا چیز برش میذارم. بنابراین این نیست که ما رفیق همون پویان وقتی مطرح میکنه میگه سرمایه‌داری موقع به تکاملش میرسه که همه کشورهای جهان سرمایه‌داری شده باشن. هیچ وقت یک سیستم اجتماعی رو بر اساس اینکه چند تا کشور اینو گرفتن چیز نمیکنن، بیان نمیکنن که این سیستم به وجود اومده یا هست یا تکامل پیدا کرد یا خوب تکامل پیدا نکرده، بلکه بنابر تشخیص و تنظیم روابطش میگن. بحثی که امروز شما انجام میده میگه اصل کار به اصطلاح هر جا جمله خودش میگه هر جا نئولیبرالیسم هست انباشت سرمایه هست. خب سرمایه دوران قبلی هم که حالا شما میگین دیگه از بین رفته، این یکی جدیدتر از اونه که ویژگی اصلیش هم همینه. در رابطه با اینکه چرا الان میگیم مسئله خصوصی سازی، اصلا به نظر من تو جامعه سرمایه داری خصوصی سازی معنا نداره. اگر دولت ها نقششون متفاوت بوده، دولت ها امروزه کارگزاری دیگری رو انجام میدن، کار دیگری رو انجام میدن، 3-4 تا به اصطلاح بخش اصلی رو دارن، پلیس و زندان ها و اصلا شما که حفظ شرایط موجود برای حفظ سرمایه ها، اگر بحرانی به وجود اومد از جای دیگه به جیب مردم، از به حساب مردم پول قرض کنن، حساب اونا رو بدن که این از این بحران بیان بیرون یا حداقل یک گذری بکنن. این وظیفه دولته در همه مراحل اجتماعی این بوده. بس مسئله اینه که آیا ما میخوام بگیم که الان که نئولیبرالیسم شده در حقیقت یک جهان تازه‌ای به وجود اومده؟ من با این مخالفم، میگم چنین چیزی نیست. همون به اصطلاح کشتار و روابط این چیزی بوده هست. بعد اینکه به نظر من کم لطفی میکنه رفیق اون که دوستان سرمایه‌داری رو با صنعت و کارخونه و این چیزا در نظر بگیرن. بس اینطوری چیز نکنیم، ضعیف نکنیم. یا اینکه مثلا فلان کسی نام ببریم بگیم اون اینه میگه که گویا این مثلا تشابه وجود داره که بنده از ادارات فلانی دارم تبعیت. همچین چیزی نیست. به اضافه اینکه اگر یه رفیقی هم از بزن نظراتی یکی من نمی کنم هیچ کار 100% بیام، اگر میکنه بهتره که بحث خود اون انجام بدیم، نذاریم مثلا بحث برسه به انگ زدن و باعث این بشه که بگیم تو نظرت اینه چه نمیدونم فلان چیز سنتی هست یا غیر سنتی. اگر که در تحلیلمون این توانمندی هست که بگیم که اینه، خب بعدم بریم بخونیم یاد بگیریم. خب اگر که فکر میکنی که آدم های بیسوادی در مقابل شما نشستن، خب بذار یاد بگیرن دیگه، بهشون نگو برو بخون یا فلان جا فلان چیزو بریم در کتاب فلان رفیق اون جمال میگه بریم اونجا اول بخونیم ببینیم چی میگه. مثلا اینجور بحث ها باعث میشه که ذوق و شرکت در بحث رو از اتاق بگیره و سطح اتاق رو بیاره به یه سطح گاردگیری. من معتقدم که نئولیبرالیسم، رفیقی که معتقد نئولیبرالیسم باید ویژگی هاشو بشماره. هرچی که میگین همون ویژگی های سرمایه‌داری دوران امپریالیسم، هیچ چیز تغییر نکرده. اگر هارتر شده به علتی که مونوپول ها غلیظ‌تر شدن، اگر هارتر شده به علتی که دریچه افزایش سودی که در گذشته بوده کم شده، امروزه اومدن تو خود جوامع خودشون، اومدن تو جامعه اینجا میگه آقا مدرسه ها بذار خصوصی بشه، بیمارستان ها خصوصی بشه، تا برای سودی که قبلا سرشکن میشد برای دول تو جامعه که بتونه در بحران ها به ما کمک کنه، اونم ما میخوام بگیریم که دارن میگیرن. بس من اینه، وگرنه اینکه حالا اسمش هر چی میخواد باشه، اصلا اسمش هر چی بذاریم درخت، هر چی میخوایم بگیم، ویژگیش بشماریم بعد از توی اون
به قول معروف اگر از کسانی رو بخوام بشناسی بینیم راه رفتنش از عمل کردش باید تشخیص بدیم. و این خواهش من باز از دوستانیه که از این که هی بگیم فلان چیز شبیه نظر فلانیه، خیلی بحثایی که دوستان میکنن اگر بخواید تشابه را بذاری میخوره به سازمانهایی که بسیار مثلا بیهیتن تو جامعه ما. ولی بحث ما اینجا اینجا نیست، بحث ما برای سر اینه که از لحاظ تئوری و نظرگاهی بگیم آقا این موضوعی که من تعریف میکنم یا یه رفیق دیگه میگه درست یا غلطه. در همین حد خیلی متشکرم. خب خیلی ممنون دوست عزیز. ببینید من که به شما گفتم این رو بخونید شما اشتباه برداشت کردید. 16 مرحله هست در این مسئله جدایی دولت. من دو سه تاشو خوندم براتون، گفتم بقیهش رو وقت میگیره، در اینجا هست ترجمهش، برید نگاه کنید. این اشکال داره؟ شما من مقصودم این بود که به شما گفتم هیچ فرقی نداره، جامعه همون جامعه است، سرمایه داری همون سرمایه داره، همون خشونت، همون فلان، همون تحریم کوبا. من که با تایید کردم صحبت های شما رو. بعد گفتم این نکته ای که امروز مطرح هست که دولت ترامپ شروع کرد به کار به مکتب شیکاگو و بازگشت به خیشتن، دست دولت رو از بازار آزاد جدا میکنه. خب این یعنی چی؟ یعنی باید برید تو این پیمان و قراردادهایی که نوشتن که در کجا و چگونه در مورد مردم، تصمیم گیری مردم تو پیمان. من به شما آدرس دادم، ببخشید که بهتون گفتم برید، چون شما که صحبت میکردین که تفاوت نمیبینید، درسته؟ دو نیم ساعت صحبت کردیم که هیچ فرقی نداره، اما احمد احمده، میخورده میبرده میزده، حالا هم همون کارو میکنه. ما گفتیم تفاوت این تو این شیوه به اصطلاح خودشون سعی و خطاست. گفتیم که در دورانهای مختلف اینا میخوان کارهای جدیدتری یا شکل دیگری را از کار انجام بدن برای راه حل، که هم نشده تو امروز. امروز میخوان دولت رو از بازار رو جدا کنن. گفتم نه از اقتصاد، که مراحل و بندهایی داره که اینا چه کار نکنن، مثلا رو قیمتها و ارزشها تو فدرال رزرو که باید رو اینها باشه، اینا چه دستوری دادن. من به شما گفتم برو بخون، شما نرو بخون. خیلی ممنون، ببخشید. بفرمایید. با سلام دوباره، من خیلی کوتاه ضمن تشکر از دوستان و رفقایی که توی بحث شرکت کردن و رفقایی که با حوصله گوش کردن، یه مسئله رو فقط میخوام بگم. مسئله به نوعی بررسی یک دوران هست، یعنی آیا ما به این اعتقاد داریم که خود دوران سنی، خود سرمایه‌داری یک دوران طفولیت داره، یک دوران بلوغ داره و یک دوران نزول داره. این پروسه حرکت سرمایه به قول معروف از اول به یک شکل نبوده. سرمایه از اون نقطه نظر که با خون و کثافت زایده شد، یعنی این صحبت که گویا قبل از امپریالیسم خیلی تیتیشمانی بوده، اصلا این مسائل نبوده، یعنی از انباشت سرمایه گرفته با خون و کثافت همراه بوده تا به امروز. و این معیار نیست، معیار اینه که این دوران تاریخی از نظر عمل کرد خود سرمایه اون چیزایی که مارکس روش تکیه میکنه در رابطه با تمرکز و تراکم سرمایه و رقابت درون سرمایه و که در امر انباش رو انجام میدن، اون مهمه. این در چه شرایطی، در چه دورانی، چگونه انجام میشه؟ اگه این رو مشخص نکنیم که در این دورانهای مختلف، مثلا در دوران انباشت اولیه، انباشت به چه صورت انجام میشده و در چه مناطقی انجام میشده و عملکردش چی بوده، در دوران امپریس انحصارات این نقش رو بازی میکنن و امروزه این نقش
در کلیت خودش در یک رابطه اجتماعی سرمایه در کلیه روابط اجتماعی خودش رو داره نشون میده. خب اینا سه کیفیت مختلف هستن. اگه نخواهیم تشخیص بدیم که اینا سه دوران هستن، اگه نخواهیم تشخیص بدیم که اینا دور بندی هایی هستن که قوانین خاص خودشون رو دارن، اون موقع است که نمیتونیم تشخیص بدیم که مثلا جنگ فتح‌علی‌شاه با جنگ های امروز به قول معروف جنگ دیگه، یکی هستن، اهداف مشترک دارن. گفتم جنگ امپریالیستی اهداف مشخص خودش رو داره که جنگ های امروزی اون اهداف رو به اون صورت ندارن. شما تغییر این دوران رو وقتی که صحبت ازش میکنیم، در افغانستان تخمین زده میشه که یک چیزی نزدیک 3 تریلیون دلار در واقع مواد کانی وجود داره از سنگ‌های بسیار بسیار نایابی وجود داره، ولی امروزه دیگه دوران کنونی مثل دوران امپریالیست نیست که به قول معروف به نوعی شرکت فیزیکی سرمایه‌داران در درون این کشورها به دستیابی به این منابع بپردازه. و خب این کیفیت نوین هست. این کیفیت نوین هم با رشد تکنولوژی همراه بوده، هم با سازماندهی تولید روبرو بوده و هم اشکال نوینی از عملکرد سرمایه رو همجوری که رخا گفتم مثلا آوتسورسینگ و کلیه اون چیزی که سازماندهی تولید رو شکل میده تغییر کرده و این تغییرات بر مبنای تکامل سرمایه. تکامل سرمایه یه چیز خوبی نیست، یه چیز به قول معروف این نیست که سرمایه تیتیش مامانی شده. و اصولا بحث منم بحث نیولیبرالیسم نیست، نیولیبرالیسم رو یک سیاست میدونم، بحث من بحث گلوبالیزیشن هست و گلوبالیزیشن به اون مفهوم واقعی خودش هست که در واقع امپریالیسم در دوران خودش، عملکرد خودش، شرایط به وجود اومدن گلوبالیسم رو شکل داد و وقتی گلوبالیسم شکل گرفت دیگه به نفع اون در واقع پدیده امپریالیسم. این که چه میدونم از نظر فرهنگی، از نظر تبلیغاتی که میشده این مسئله خدشه‌دار میشه، یک طرف مسئله است. یک طرف مسئله اینه که ما واقعیت یا حقیقت موجود رو باید بشناسیم و این رو بر اساس شکل مادی خودش توضیح بدیم، نه اینکه یه عده‌ای مثلا این تصور رو دارن که نمیدونم گلوبالیزیشن دوران گلوبال هست. دوران گلوبالیزیشن بردهداری به قول معروف اوریان هست، خیلی بدتر از دوران امپریالیست و این شرایط هست که امروز وجود داره. با تشکر از همه دوستان. خیلی ممنون دوست عزیز پویان. دوستان همگی خسته نباشین، خوشحالم که تونستیم در یک روم باشیم و هنوز بحث رو ادامه بدیم با داشتن اختلاف نظرها. امیدوارم که بتونیم بحثامون رو طوری پیش ببریم که دقیقا اختلاف نظرمون رو هم بتونیم مطرح کنیم. متشکرم از همه، زنده باشین. تا هفته آینده من برنامه ها رو در سایت اعلام خواهیم کرد. از این فایل های صوتی برنامه گذاشتم که یک میزگرد بسیار کاملی بود، همه فایل های صوتی هست. امیدوارم که بتونیم برنامه ها رو با مشورت بهتر پیش ببریم. روزگارتون خوش، تا هفته آینده. Rulers of the nations as you fuss and fight,
over who owns this or that and who has the right to design, build, sell and store and fire all the bombs and guns to defend your holy empire. There are children hungry, children sick and dying. There are mothers, fathers, sisters, brothers crying. They're only pawns in your play of power and corruption. Slowly starve them, your new weapon of mass destruction. And prove to me, America, that you care. And prove to me, America, you're aware. Who's dying for your freedom in this land? Who pays the cost for the liberties you demand? Is it for freedom or our comfort and convenience? Is it to profit for big business we pledge our allegiance? Are we prisoners in the land of the brave and the bold, held by indifference or hearts grown hard and cold? And prove to me, America, you care. And prove to me, America, you're aware. Who's dying for your freedom in this land? Who pays the cost for the liberties you demand? Children of the world, you have the right to sing and dance, run and play, let your dreams take flight. As the innocent die, you rulers carry the shame. And if we stand idly by, we share in the blame. And oh, do we care? Oh, America, are we aware? Who's dying for our comfort in this land? Who pays the cost for the convenience we demand? Children of the world, you have the right to sing and dance, run and play, let your dreams take flight.